از روحانیون شاخصی که در انقلاب ایران در کنار آیت الله خمینی بودند تعداد کمی در سحنند. آیا جمهوری اسلامی توانسته نسل جدیدی از روحانیون جایگزین را تربیت کند سلام اخیرا امام جمعه پیشین زاهدان حین خداحافظی گفت او اولین شهید تفکر زیبایی به نام جوانگرایی است که رهبر ایران پیشه کرده البته معلوم نیست هم رده های این امام جمعه پیشین چون او بیندیشند و جوانگرایی را تفکری زیبا بدانند شماری از روحانیون بلند مرتبه ای که شورای نگهبان و دیگر نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی را در چنگ دارند از هشتاد و حتی 90 سال هم عبور کردند آیا نظام جمهوری اسلامی ایران برای این گروه از ها نسلی جایگزین تربیت کرده است؟ حوزه علمی دستگاه روحانیت ساز در ایران توانسته گروهی و نسلی به پروراند که جا پای روحانیونی چون خمینی، بهشتی، متحری، رفسنجانی و خامنهی بگذارند. آیا چهره جدید قادر خواهند بود جمهوری اسلامی را در چالش هایی که پیش رو دارد حفظ کنند این موضوع را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم. حسن شریعت مداری تحلیلگر و فعال سیاسی معتقد از جمهوری اسلامی در این زمینه موفق نبوده اما عطاولا ماجرانی پژوهشگر اسلامی و تحلیلگر مسائل ایران میگوید نشانه های موجود حاکی که جمهوری اسلامی و به طور اخص آیت الله خامنه ای توانسته چنین نسلی تربیت کند همکارم پوریا ماهرویان که در وبسایت بی بی سی فارسی در این باره مطلب نوشته هم با ماست که اطلاعاتی در مورد به طور اخص انتصاب‌های آیت الله خامنه ای و مسائل حاشیه ای بدهد خیلی خوش آمدید آقای شریعت مداری با این پرسش شروع کنیم که چرا فکر میکنید جمهوری اسلامی نتونسته چنین نسلی از روحانیون رو تربیت کنه خب ابتدا باید بگم که یک اختلاف اساسی با شما و شاید مهمانتون داشته باشم و اون اینه که من جمهوری اسلامی رو در زمینه زوال مقدرش پیش میکنم و شما در زمینه بقای احتمالش و این دوتا تحلیل رو اینجا و اونجا متفاوت خواهد کرد اما از اونجایی که شما میفرمایید خب معمولا انقلاب ها موقعی به وقوع میپیوندند که نسلی ترکیبی از آزمندی قدرت و آمال ها و آرزوهای یا مالی خولی های ایدئولوژیکی رو در ذهن میپرورانند که فکر میکنند با اراده گرایی میتوانند به اون جامعه عمل بپوشند. اون نسل قابل تجدید نیست در هیچ انقلابی هم قابل تجدید نبوده نسل های بعد بر سر سفره آماده ای که سعی می کنند اون چرا که به دست آمده بیشتر داشته باشند حفظ کنند نگذارند که از دست بره و در تلاشند که اختلافاتش رو با جامعه ای که به تدریج خودش رو از این انقلاب جدا کرده مطالبات متفاوتی داره و گاهن انقلاب رو پشت سر گذاشته با اون یک نوعی به تفاهم برسند یا سرکوبش بکنند بنابراین این نسل اصولا متفاوتند اولا در ابتدای انقلاب اینطور نبود که روحانیت به حکومت نشست بخشی از روحانیان حکومتی به حکومت رسیدند عمده مراجع مخالف انقلاب بودند بعضی ها منتقد صریح بودند مثل آیت الله شهید آیت الله خویی آیت الله قومی و بعضی در سکوت همراهی میکردند ولی چاره جز اون نداشتند و میان مایگان و فرومایگانی از روحانیت که در اداد و شمار قابل لمسی در روحانیت نبودن اکثریتی بودند که همراه با انقلاب آمدند و به ناچار همه پست های مهم رو در دست گرفتند شما اگر امثال آقای بهشتی و متحری و دیگران رو مثال میزنید امروز امثال آقای کدیور و نمیدونم شبستری و مرحوم قابل به مراتب از لحاظ تفکر اجتماعی و بر اونها برتری دارند اونا افرادی بودند غرق در ایدئولوژی و نمیدونستند که این ایدئولوژی چه حد قابل عمل هست چه حد نیست با یک اراده گرایی صرف دنبال این بودن و امثال آقای متحری هم منتقد بود منتقدی بود که به ناچار همراهی هم میکرد بنابراین اگر منظور اینه که حوزه کسانی رو توانسته به حوزه در اکثریت خودش در دو گروه یکی مخالف وحدت وجود و دیگری مخالف دخالت دین در دولت به همراه این حکومت کشانده میشه و اغلبشون در حقیقت حقوق بگیر و مواجب بگیر دفتر آقای خامنه و ادهی هم سعی میکنن خودشون رو جدا کنن گفتمان سنتی روحانیت رو که جدایی مذهب از سیاست بوده پیش می امروز صدای آقای محمدی گلپارگانی و آقای خامنه ای هم در آمده در درستی که آقای شبهری زنجانی و دیگران داشتند و جامعه هم همه اینها رو با هم جا گذاشته جامعه یک راه دیگری برای زندگانی میره از لحاظ فرهنگی خودش رو جدا کرده و سعی میکنه که اینها رو به عنوان زائده ای که چون عالی بر روی او افتادن نگاه بکنه و هزینه زیادی برای گذار نده برای اینکه تحلیل جامعه اینه که اینا محکوم به زوالن و چرا باید خودمون رو به خطر بیاندازیم به به تحلیل شما این است که چنین نسلی تربیت نشده یا شده ولی توانایی ها یا خصلت های اون نسلی که همراه آیت الله خمینی بود رو نداره نه ببینید در آزمایشگاه عملی فقه به این نتیجه رسیده که به درد اداره جامعه نمیخواد آیه ماجرانی من نظرم در دو حوزه می شود این بحث رو سامان داد یکی این که حوزه علمیه در چهل سالی که گذشت در واقع سازماندهی شده و نهاد سازی شده من سه مورد رو عرض می کنم ببینیم که این سه مورد در واقع چگونه دارن کارت سازی میکنن یا نسل جدید رو می پرورانن. دانشگاه مفید دانشگاه عدیان و مذاهب دانشگاه بیانومالالی مصطفی وقتی که شما این دانشگاه ها رو نگاه میکنین تعداد دانشکده ها مراکز پژوهشی تعداد دانشجویان انتشارات فرض بکنیم که ما در چهل ساله قبل از انقلاب یک مجله مکتب اسلام داشتیم الان فقط دانشگاه ادیان و مذاهب هشتا تا نشریه داره که یکیش انگلیسیه یا فرض بکنیم که در دانشگاه مصطفی ما شاهد دانشکده ای هستیم که زبان و ادبیات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی در واقع اونجا تدریس میشه و بحث میشه یک نسلی در واقع دارن تربیت میشن حالا به لحاظ کمی هم ارقام قابل توجه جامعت المصطفى حدود 25 هزار نفر فارغ و تحصیل داشته که در واقع بخش ایرانی هستن بخش غیر ایرانی این یک بخشه که در واقع نسل جدید دارن تربیت میشن نامهایی مطرح هستن فرض بکنیم که به عنوان مرکز مدیریت حوزه علمی آقای عرافی یا رئیس جامعاتور مصطفی آقای عباسی اینا چهره های در واقع علمی در اولی هستن وقتی که شما آثار اونها رو میبینیم سوابق رو میبینیم و چه دیگر کارت سازی من گمان میکنم که آیتالله خامنه این با تدبیر و در واقع با صرافت لازم این کار رو انجام دادن ایشون درس خارج خودشون رو از سال 1769 یک سال بعد از رهبری شروع کردن تقریبا امروز که ما صحبت میکنیم در این نزدیک به سی ساله اگر ما فرض رو این بگذاریم که هر دوره نزدیک به ده ساله یک نسل آمدن و درس خارجیشون ایشون حضور داشتن تقریبا بین دو تا سه هزار نفر رو ما میتونیم تخمین بزنیم شاهدن. کسانی هستن که شاگردانی بودن که آمدن بعد این مجموعه این ملاحظه رو باعث در نظر گرفت که اولا اینها به نحوی در ستادها و در دانشگاه ها و در نهادهای های زیر مجموعه رهبری حضور دارند. اینها کسانی هستند که در واقع عملا با طرز فکری که مطرح شده آشناتر هستند به اضافه اینکه شما الان با نسل از روحانیون آشنا هستین که به خوبی زبان دومی رو غیر از عربی آشنا هستن به خوبی امکانات اینترنت و ارتباط با جهان رو با خبر هستن شما فرض بکنیم که سایت دانشگاه مفید رو من امروز می دیدم شما می بینید که آقای در واقع دکتر حقیقت از دانشگاه مفید در دانشگاه هاروارد با آقای دکتر مایکل سندل نشسته صحبت کرده بسیار صحبت درجه اول و مهم هیچ وقت ما در واقع این تصور رو از روحانیون و از دانشگاه که در قوم هستن نداشتیم از این جهت من گمان میکنم که الان حوزه علمی قوم به لحاظ نیروسازی یعنی چهل سال بعد از پیروز انقلاب وقتی با چهل ساله قبلش مقایسه میکنیم هیچ نسبتی ندارن طبیعیست که برای چهل سال بعد هم وقتی بخوایم داوری بکنیم این نسلی که الان پرورده شدن آمدن زبان خارجی میدونن فرض بکنیم که مثلا در دانشگاه مصطفا نه رشته رشته های علوم اسلامی یازده رشته جامعه شناسی روانشناسی حقوق در واقع ارتباطات این موارد هستن که دارن تربیت میشن عملا در واقع ما نسلی رو شاهدیم که اگر قبل از انقلاب به شکل موردی فرض بکنیم که شخصی با دانشگاه آشنا بود مثل آیت الله مطهری یا مرحوم دکتر بهشتی الان در واقع شما با نسلی آشنا هستین که مراتب دانشگاهی رو طی کردن یک جور آمیختگی بین این از... حوزه و دانشگاه اتفاق افتاده از این توان علمی نسل های جدید که بگذاریم آقای ماجرانی به نظر میاد آقای شریعت مداری میگن که این نسلی که شما دارید توصیفش میکنید متفاوت با اون نسلی که انقلاب کرده و در کنار آیت الله خمینی بود و اینها اون اگر اشتباه نکنم اون خسائل اون توانایی ها رو ندارن اونها نسلی بودن که در سالهای مقاومت پیش یا مبارزه پیش از انقلاب رشد کرده بودن یک کیفیات دیگه ای داشتن ببین فرق در واقع این دو نسل اگر حالا این تعبیر یک مقدار با مسامحه هم باشه نسلی که میخوان انقلاب بکنن در واقع موضوعشون انقلاب هست یک نظامی رو میخوان براندازن نظامی رو مستقر بکنن ما الان از نسلی صحبت میکنیم که یک نظام مستقر رو میخوان اداره بکنن خیلی کار آسان داری ماهرویان میشه به ما یه شمای کلی از انتصاب ها جایگزینی ها بدی در یکی دو سال اخیر بله در انتصاب های اخیر آقای خامنه ای بخوست در حوزه که روحانیون باید اون مشاغل داشته باشن بر اساس قانون اساسی یا بر اساس قانونی که هستش خب انتصاب بیشترش به دلیل فوت یکی از اعضا بوده مثلا آقای شاهرودی که فوت کردن آقای لاریجانی در مجمع جاشون رفتن حالات مجمع در قانون اساسی نیست که رئیسش باید روحانی باشه ولی اصولا از بعد به تاسیسش از قرار خامنه‌ای رسما اینطوری بوده ولی مثلا شورای نگهبان که شش فقیه داره شش مجتهد باید باشن هنوز یکی از اعضای آقای مؤمن که فرقت کردن جاشون کسی نیومده اما در جاهای دیگه که در واقع ارکان غیر حکومتی و تا حدود غیر سیاسی جمهوری اسلامی است آقای ای چند تغییر عمده دادن مشخصا در چهار موردش رو من الان ذکر میکنم. در سازمان تبلیغات اسلامی آقای محمد قومی سیاه هفت ساله هستند متولد ۳۶۰ در واقع شاید اولین کسی باشه یک شغلی با این بزرگی رو گرفته که متولد بعد انقلابه سمت چپ تصویر داریم می‌بینیم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هستند در هلوش شهری مهر این سه نفر در یک بازه زمانی دو ماهه همه تغییر کردن. جایگزین آقای خاموشی شدن که 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودن هم تو گفتم متولد 1360 هستن بعد از این یعنی جوانتر از جمهوری اسلامی جوان سال جوانتر از جمهوری اسلامی خوب. روحانی بعدی که میبینیم در سمت راست آقای خامنی هستن آقای مصطفی رستمی هستن رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه نهاد بسیار مهمیه تعیین کننده نمایندگی دیگه در دانشگاه دیگه است مواد درسی دانشگاه خیلی ها با این نهاد تنظیم اون میشه. چند سالشه؟ فکر کنم 46 سالشونه بله. یا 47 سالشونه خب بعد که آقای جنتی هستن که مسنترین فردی هستن که همچنان چند در شغل هست. در مسند هستن سمت چپ تصویر سمت چپ سمت چپ آقای آقای حسین علی سعدی هستن که البته مستقیم منصوب آقای خامنه نیستن ولی غیر مستقیم منصوب ایشون هستن رئیس دانشگاه امام صادق هستن البته ایشون جایگزین محمد سعید مهدوی کنی شدن فرزند آقای مهدوی کنی, کنی که ایشون هم سن بالایی نداشتن چلو شاید مثلا نزدیک این یکی دو سالشون بود بعد دو سال جایگزین ایشون شدن که توسط آقای لاریجانی که رئیس هیئت دانشگاه امام صادق این سه تا از چهرهای جوان میشه گفت جمهوری اسلامی که شاید اتفاقی نیست که تو حوزه فرهنگی هستن بیشتر به جز اینها انتصابات دیگه اخیر چی بوده اگه به تو نسل تر بخوام چند انتصاب دیگه بود که حالا من اون تو نسل جوان نمیارم اینه همین تولیت آسان قدس که چند روز پیش عوض شد ام ولی ام مهمترینش آقای حاجی علی اکبریه که رئیس شورای سیاست گذاری ستاد امه جمعه کشور شدن و امام جمعه موقت تهران. تهران. و در واقع چیزی که مهمه این جوانایی که در واقع وارد حوزه های علمی و فرهنگی میشن راه پیدا نمی‌کنن به حوزه های سیاسی من اگه بخوام یک مثالی بزنم یک مقایسه بخوام بکنم در مجلس اول بعد از انقلاب از 243 نماینده 164 نماینده روحانی هستن روحانی یعنی که بینشون آقای خامنه‌ای هست آقای رفسنجانی هست آقای باهنر هستش آقای خاتمی هستش که بعدا اینا از بین اینها چهار تا رئیس نخست وزیر رئیس قوه قضاییه ما داریم امروز بعد چل سال که از جمهوری اسلامی میگذرد و با بودجه های زیادی که این نهادهای پرورش روحانیون داشتن به جز حوزه علمیه و اون چند تا نهادی دیگه که دانشگاهی دیگه که آقای ماجرینی گفتن جامعه طول و دانشگاه مفید مؤسسه باقر دانشگاه باقر علوم هستش مؤسسه امام خمینی آقای مصبا هستش دانشگاه امام صادق هستش که مشخصاً روحانی پرورش نمیده ولی به هر حال کارش تربیت و مدیر برای جمهوری اسلامیه ولی امروز بین 290 نفر نماینده مجلس فقط 15 نفر روحانی هستن روحانیونی که خیلی شاید مردم ندونه خیلی مشهور نباشن و خیلی هم شاید آینده سیاسی بلند پروازانه برایشون متصور نباشه از این صحبت ها شما چه نتیجه میگیرید آقای شریعت مداری؟ خب ببینید حوزه علمیه به بنگاه کاریابی تبدیل شده دروس اغلب اساتید وابسته به حکومت جایی که طلاب میرن در درس خارج شرکت میکنن چون معادل اون ب... یک دکتراست و میتونن در حقیقت به استخدام حکومت و به توصیه اونها به جاهای مهمی برسن آقای خامنه ای هم به جای درس خارج فقه که مراجع میگن درس خارج از فقه میگن و اینکه ایشون که سواد فقهی نداره ایشون بنگاه کاریابی عالی داره و ایشون رئیس کارگزینی شده افراد میان اونجا همون دو سه هزار نفر به تدریج میگن از در اصول میگن که در حقیقت شیع و برای ما غیر ما وزه تربیت کردن و گذاشتن ایشون روحانی رو که باید در حکومت دخالت نکنه دارن انوا و اقسام بودتر رو در همین دانشگاه هایی که میگن گذاشتن تا نه تنها در ایران دنیا رو به این افتضایی بکشن که در ایران هست و کسانی رو که اصولا برای چنین سمتی پیش بینی نشدن در جاهایی بگذارند که جاهای دیگر رو هم به همین مردابی هدایت بکنن که در ایران هست بله. سیل و نمیدونم قهطی و بدبختی و بیچارگی و ترور و کشت و کشتار و نمیدونم صدور انقلاب و همه اینها رو در حقیقت اینها موظفن که به جاهای دیگر هم ببرن آیا منظور شما این است که اینها قرار نیست چیزی که بهشون محول شده رو این جمهوری اسلامی که به دستشون سپرده میشه رو واقعا بتونن حفظ کنن در جوینشون نمیبینید یا اونجوری که آقای مهاجرانی میگن نه اینها مدیرانی هستند که بعد از انقلاب پرورش یافتن و قرار نیست نسل انقلابی باشن بنابراین تصور این که اینها نتونن حفظ کنن تصور بی جایی من میگم که اینا کار اصلی ببینید عاشق آقای صاحب زمانی پدری داشت که واعظ معروفی بود و خیلی حتاک حت بود در منزل مرحوم تبا تبایی منزل منبر رفته بود در دعیه آشورا و آخر منبر گفته بود خدا یا من چی بخوام برای آقا قدرت داره، شجاعت داره، سخاوت داره، حلم داره، علم داره خدا یه جو ایمان به عزت آیت الله عطا کن حالا اینا اون یه جو ایمان رو ندارن که یک روحانی میخواد ولی زبان بلدن علوم رو بلدن میخوان برن جاهایی رو اداره کنن جایی که حقشون نیست و بودجه اینها چند برابر بودجه تاسیسات دولتی است که در ایرانه معلومه که با چنین وضعی در حقیقت اینها به همین جایی میرسن که نسل بعدی حساب خودتون از اینا جدا کردن و میخوان از شر اینا خلاص بشن و اینا همچنان در خواب اینن که دنیا رو تسخیر کنن خب نکات مختلفی مطرح شد ببینین درست خارج آیت الله قابل بررسی است ایشون در واقع برخلاف سبک و سنت معمول حوزه های علمیه بحث خارج خودشون رو با کتاب شروع کردن یعنی عملا یک بحث سیاسی مشخصی رو مطرح کردن و اجتماعی خوب میشه دید یا فرض بکنیم که در مورد سابعین ایشون یک بحثی رو مطرح کردن که بی سابقه بود یا حتی در جهاد ابتدایی من گمان میکنم که بدون خوندن بدون بررسی کردن بدون نگاه کردن در واقع این یک مدار دشوار هست که ما بخوایم دست دست در واقع بررسی بکنیم نکته بعدی که به نظر من بسیار بسیار مهم هست این هستش که ما بدون اینکه بشناسیم یعنی فرض بکنیم که این مجموعه 25 هزار فارغ و تحصیل در واقع دانشگاه المصطفى یا دانشگاه مفید یا دانشگاه عدیان و مذاهب بالاخره در پژوهش نامه ها در مجلات مثلا مجله هفت آسمان 20 سال الان داره منتشر میشه پس شما نویسندگان رو میبینید مقالات اینها رو میخونه در حوزه های مختلف چطور ممکنه ما بیایم در واقع همینجور با یک فاصله بعید بگیم که جو ایمان در این مجموعه وجود نداره عملا من معتقد هستم که اگر بخوایم اون چیزی که آیه شریعت مداری گفتن رو به یه بیان دیگه بیان سیاسی در بیاریم البته ممکنه ایشون با اون مخالفت کنن اینجوری میشه گفت که این نسلی که شما دارید برمیشمارید که نشریه دارن مقاله چاپ میکنن زبان بلدن این نسل ممکنه مشکل بتونن یک نظامی رو حفظ کنه که بر اساس سری شعارهای آرمانخواهانه بنا شده اونهایی که دستن در کار این نظام بودند حتی مخالفینشون هم قبول دارن که یه شعارهایی میدادن که این شعارها مردم رو جذب کرد شعار استقلال آزادی میدادن و میگفتن جمهوری اسلامی اینها رو برمغان خواهد آورد, آورد. آیا این نسل اون آرمان رو داره؟ آیا نسلی که بله از دل این حوزه در اومده زبان خارجی یاد گرفته کار با کامپیوتر رو بلده واقعا میتونه اصلا حس میکنه که چی در دستش هست چیزی که با هنر بابتش از بین رفت بهشتی و کسان دیگه پاش البته سمرش رو بردن ولی هزینه هم دادند من به نظرم تحول یا امر طبیعی است یعنی طبیعی که نبایستی ما انتظار داشته باشیم که نسل جدید به عینه مثل نسل قدیم همه اون امور رو در واقع مشرح بکنه و که انهویش تغییر اجتماعی و تغییر ساختاری پیش نایمد اما وقتی ما چهره های شاخصی رو که در بین نسل جدید مطرح هستند بالاخره کتاب های اینها مقالات اینها حرف های اینها حالا سه نفر رو من مثال میزنم آقای عرافی رئیس مرکز مدیریت آقای علی عباسی رئیس جامعات مصطفی، آقای نواب رئیس ادیان و مذاهب این مجموعه ها رو وقتی شما افکارشون، اظهار نظرهاشون رو میبینید ممکن اینها خیلی مشهور نباشن برای برخی اما خود من وقتی که دنبال میکنم حرفای اینها رو میبینم اصلا احساس نمیکنم اینها کسانی هستند که با آرمان های انقلاب فاصله دارن این یک دوم اینکه وقتی که شما فضای دانشگاه ها رو فضای کنفرانس ها سمینار مجلات پژوهش نامه ها رو نگاه میکنید با هم احساس نمی کنید که اینها یک مجموعی هستند که به کلی متفاوتند از فضای انقلاب به طریق اولا اون چند هزار نفری که من عرض کردم که در درس خارج آقای خامنه این شرکت میکردن و میکنن اونها طبیعی است که نزدیکتر هم هستند از این جهت در واقع در پاسخ به سوال شما جمهوری اسلامی برای اداره خودش در آینده نسلی رو تربیت کرده در مجموع به شکل کلان که اونها در اداره جمهوری اسلامی متناسب با قانون اساسی موجود که در واقع یک سری سمت ها به لحاظ حقوقی بایستی با در اختیار روحانیون قرار بگیره مشکلی پیدا نخواهد کرد پوریا مهرویان شما میتونید به ما بگی که معدل سنی البته به طور تقریبی میشه گفته بعضی از اطلاعات رو نداریم معدل سنی روحانیون در نهادهای مثل شورای نگهبان مجمع تشخیص مسلحت چیه؟ معدل سنی آمار دقیقی نمیشه الان گفت چون شورای نگهبان هنوز یک عضوش کمه باید تکمیل بله. بشه ولی تا زمانی که آقای شاردی در قید حیات بودن 76 سال بودش حالا باید ببینیم نفر ششم به فقهای های شورای نگهبان چه کسی اضافه میشه در مجمع خب یک ترکیب از مکلا و معمم هستش بله. از افراد جوانتری هستش ولی زیر پنجا و چند سال ما نداریم در مجمع و تا میرسه به آقای مثلا موحدی کرمانی که نزدیک هشتاد و نه سالشونه هشتاد و هشت سالشونه و خود آقای جنتی که پس میشه گفت که معدل سنی بالای هفتاد و پنج سال بعد باشه در جایی چون شورای نگهبان در میان فقه هاش بله افرد. بالای هفتاد سال قطعا در مجمع بین فقه روحان اینو که اصلا معدل سنی بالاست در مجلس خبرگان همینطور بین بالا 80 نفر که هستن سنی نسبتا بالاست یک جای دیگه که حالا من میخواستم تقسیم بندی کنم در واقع روحانیون در جمهوری اسلامی و به صد دسته مناسب سیاسی که نمایندگی مجلس هستش حتی نمایندگی مجلس خبرگان هم جزوش میتونیم بیاریم جاهایی که باید حتما بر اساس قانون مجتهد اون شغل داشته باشه این مثلا وزارت اطلاع. اطلاعات. جای دیگه در واقع مناسب علمی و انتصاب، انتصابی که زیر نظر آقای خامنی هستن جاهایی که نهادهایی که آقای مهاجرینی گفتن جامعۃ المصطفا این این سه نهادی که اسپوردن جای دیگه که به نوعی در اوایل انقلاب جزو ارکان اصلی جمهوری اسلامی بود عملا توی حکومت دخالتی نداشت ولی که در سالهایی که گذشت کم شد مراجع تقلیدن تقریبا عمده مراجع تقلید نزدیک به حکومت که حکومت تاییدشون میکنه بالای 90 سال دارن آقای شوبری زنجانی آقای مکارم شیرازی آقای صافی گلپایگانی 100 سالشونه و جوان بعد اینا خود آقای خامنه ای که امسال 80 سالشون میشه این فاصله با نمیدونم چجوری قرار پر بشه شاید از فارغ تحصیلانی که قراره از نهادهایی که آقای ماجرانی گفتن بیان یعنی ما یک مرجع تقلید مثلا هفتاد ساله که نزدیک به حکومت یا 65 سال نداریم. نداریم در که اول انقلاب مراجع تقلید 60 بین 60 تا 70 سال زیاد داشتیم برای. این رو از آقای ماجرانی خواهیم پرسید ولی میخوام ببینم نتیجه گیری شما از اون چه. که گفته شد چیه والا ببینید جوانگرایی اولا در سطوحی میشه که گفته میشه میخواد عادی بشه فرزندان آقای ای اگر بخوان سمتی به عنوان سمت اصلی مملکت در آینده داشته باشد هدفش نوگرایی نیست برای اینکه اصولا تجربه نشان میدهد که در نظام های ایدئولوژیک به مجردی که جوان ها آمدن اون نظام رفته نمونش گورباچوف و موقعی که گرباچوف به عنوان کسی که انقلاب اکتبر رو ندیده بود یا کاتهایی هایی که با خودش آورد که کم تردیده دیده بودن آمد دیگه قبول نداشت اون تصورات قبلی رو و از اون نظام با گلاسنوست شفافیت و پروستوریکا عبور کردن اما در ایران هم همین در ایران هم حوزه اولا داره سکولار میشه این مراکزی که ایشون میگن تحقیقی شده نسبت به این که چقدر به اندیشه های سکولار افراد اصلیش نزدیک شدن و چقدر این نوشته های اینها نزدیک است به چیزهایی که ما داریم میکیم به نحو عجیبی اینا دیگه با نسل گذشته تفاوت فکری دارن بنابراین اگر جمهوری اسلامی به فرض دوام اگر یک مده مده. من این جمله رو بگم. بله. اگر دوام بیاد و اگر اینا سر کار بیان اینا همون نسلی هستن که قبول ندارن که گذشته ها چی میگفت و بر خلاف اونها راهی رو خواهند رفت که روابط رو با جهان متمدن عادی سازی اگر کسی بیاد بگه که اتفاقا همین ممکنه باعث بقای جمهوری اسلامی باشه همین نسلی که شما میگید اندیشه های بعضی اندیشه های سکولار رو پذیرفتن اگر چنین نظری البته درست باشه میتونه معنیش این باشه که یه فصل جدیدی در حیات جمهوری اسلامی ممکنه باز بله، کنن. یعنی اگر شتاب تغییرات اجتماعی به قدری سریعتر از شتاب تغییرات این افراد نباشه چون اینا در زیل اجتماع و متأثر از اجتماع حرکت میکنن این پدیده رخ میده اما اشکال اینه که جامعه ایران بد و خوب اینها رو متاسفانه به یک چوب میراند و فکر میکنه که اینها راهشون رو از جدا کردن بله اگر روحانیون این هزاقت رو داشته باشند و این شم تاریخی رو داشته باشند که با جامعه هم صدا بشن و خودشون رو از این حکومت جدا کنن یا به موقع جدا کنن البته این تغییرات ممکنه اما جدایی دین از نهاد حکومت به هر صورت آینده ایران دارد ماجرانی میخوام ابتدا در ارتباط با اون چه که همکارم پوریا گفت بگید که در میان مراجع تقلید ما مرجع جوانی که نزدیک به حکومت باشه نداریم وقتی میگیم جوان منظورمون بین مثلا 60 تا 70 ساله یعنی چنان سال خورده هستن که ما به 60 تا 70 سالشون ممکنه بگیم جوان و در نهادهای انتصابی دیگه هم یا نیمه انتصابی مثل مجمع مثل شورای نگهبان ما میانگین 70 75 سال داریم این معنیش چه است یعنی اگر اون نسلی که شما میگید آیت الله خامنه ای داره میپروره آماده هستن چرا در این پستا نمیبینیمشون اشون به نظرم بس چند در واقع بود و وش پیدا میکنه در مورد مرجعیت مرجعیت در واقع یک سازوکار و و طبیعی در حوزه های علمیه داره این گونه نیست که کسی تصمیم بگیره کسی مرجع تقلید بشه یعنی فرض بکنیم که در بین اساتید در درس خارج که در حوزه های علمیه هستند در قوم در نجف کسانی هستن که شاخص میشن شاگردان درجه اولی دارن بعدا از طریق شاگردان درجه اول خودشون مطرح میشن به مرور به اونها مراجعه میشه اوایلش ممکنه وقتی که به عنوان مرجع تقلید میخوان مطرح بشن یک مقدار ناباوری هم فرض بکنیم که مطرح باشه ولی بعد به مرور اینها جای خودشون رو پیدا میکنن و باز میکنن در نجف همینجوره در قوم هم همینجوره پس به تب در واقع انتخاب مرجع تقلید یک سازوکاری غیر از دانشگاهی که من اشاره کردم چون اون موقع بحث ما بحث کارتسازی برای نظام جمهوری اسلامی بود نه بحث مرجعیت به شکل تخصصی و اختصاصی خودش نکته بعد این هستش که بعضی از نهادها طبیعتشون جوانگرایی نیست خود نهاد فرض بکنیم که مثلا مجمع تشخیص مسلحت یا شورای نگهبان یعنی خود این نهاد جنسش به گونه است که بایستی کسانی که فرض بکنیم فقه شناخته شده با سابقه با تجربه و عملا هم در واقع یک جور شیخوخیتی در عمل داشته باشن این سخن من البته معنیش نیست کسانی که اونقدر سن و سالشون بالا رفته که نشاط کاری و حتی نشاط علمی اونها متوقف شده اونجا باشن ولی عملا در واقع این نهاده نهادها نهادهایی است که نبایستی ما انتظار داشته باشیم فرض بکنیم که آیت الله ای در شورای نگهبان فقیر رو انتخاب بکنه که مثلا 35 سالش باشه یعنی اگر در همین دهه 50 60 انتخاب بشه به نظر من که نشده عاملن... در همین دهه 50 60 حالا الان ما... عملا این هم نشده بر. الان ما در واقع بایستی برگردیم شرایط جدید رو ببینیم یعنی همین انتخاب به جای آقای مؤمن که اشاره شد انتخاب بسیار مهمی هست یه نکته هم در صحبت ها بود آقای ماهرویان مطرح کردن مجلس اول فرض بکنیم که 164 تا روحانی در مجلس اول بودن که خب خود من هم مجلس اول بودم و شاهد این قصه بودم مجلس اول در واقع به یک معنا تمام نیروهای انقلاب در مراکز ها، در تهران همه اونها رو به مجلس آمدن حتی کسانی هم که روحانی نبودن یعنی فرضاً خود من فقط بگید اون استثنایی بود ولی بره. در مجلس بعدی هم به مرور زمان سر نزولی داشت در مجلس م... بعدی معتقدم که امروز به 15 نفر روحانی بین 290 نفر میرسیم من معتقدم همین حد مطلوبیه شما نگاه کنید در همین من گفتم اول صحبت در مجلس اول چهار رئیس جمهور ازش میاد بیرون یک رهبر ازش میاد بیرون رئیس قوه یک رئیس قوه قضایی میدون چندین وزیر کشور و اطلاعات از اون آیا منظور شما اینه که الان شمای کلی جمهوری اسلامی رو ما نگاه میکنیم مقایسه میکنیم نهادهای انتخابی و انتخابی و میبینیم که روحانیون کم کم پاشون از نهادهای انتخابی کشیده میشه و این عواقبی جدی داره منظور شما اینه دیگه ممکنه یکی از معانی این صحبت این است که در نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی ما تعداد کمتری روحانی میبینیم الان همجوری که گفتن از 290 نماینده مجلس 15 یا شاید 16 تاش روحانی هستند این چه شکل و شمایلی به جمهوری اسلامی میده در شایدی که در نهادهای انتصابی کماکان روحانیون در صدر هستند البته شما یک مسامحه در لفظ دارید و اون نهادهای انتخابی ما نهاد انتصابی و نهاد انتصابی درجه دو تو جمهوری اسلامی داریم نهاد انتخابی نداریم بله با این که خودش من... کافیه که نشان بله بده که نهاد انتخابی نیست بله با این تفسیری ای که گفتید این ای که من بله میگم به تدریج اونهایی که در استبلیشمند یا حاکمیتند به مراتب قدرتمندتر شدن و روحانیون قشری هستند که معمولا به دنبال قدرت روانند و تشخیص دادن که جای نون و آبداری که باید تصاحب کنند کجاست آقای خامنه ای هم میخواهد اونها رو در جایی بگذاره که در حقیقت سکان جمهوری اسلامی رو دارن مجلس در ایران در حقیقت در زیل حکومت و با فرمان با حکم حکومتی تابع رهبری است مهم نیست که اینا اونجا رو کنترل کنند بنابراین این طبیعتا پیش اومده اما اون چی که الان دیده میشه اینه که این تعداد روحانی که برای های در حساس میخواد پیشبینی بشه روز به روز وفادارانش با آقای خامنه ای داره کمتر میشه سپاه داره تقویت میشه سپاه به یارگیری مشغوله صحبت سپاه برای آینده اینه که تا حالا ما زیر دست روحانیون بودیم بعد از این روحانیون یا باید ما رو با چشم مساوی ببینن یا تابع ما باشند و بنابراین این بنگاه کاریابی عظیم که حوزه علمیه و دستگاه بیت رهبری بوده به تدریج یک جای دومی هم پیدا میکنه و اون دفتر سردار سلیمانی و شمخانی و رضایی و این و اون هستند و این مهمترین اختلال در نظامی است که چون ریسورس ها کم شده چون منابع کم شده باند های مافیایی به جان هم افتادن و این کارگزینی یک معنی حیاتی برای آینده برای اینا پیدا کرده و جنگ قدرت شروع شد آقای ماجرانی در نسل دوم روحانیونی که در مستر کار قرار می گیرن مناسبات نظامیان با اونها چه خواهد بود برای اینکه نظامی ها کاملا معلوم بود چشم دوخته بودن به آیت الله خمینی و کسانی که این بودن رفسنجانی بعد خامنه ای و اینا در جنگ هم شرکت داشتن دیگه نوع خاصی از مناسبات برقرار بود دیگه آیا واقعا تضمینی هست که چنین مناسباتی در دور بعدی در نسل بعدی روحانیون با نظامیان باشه و اینکه ما با یه روندی مواجهیم که روحانیون خب از اون میشه گفت کاریزماشون کاسته میشه نظامی ها قدرت بیشتری گرفتن و انگار در دو جهت متفاوت این فرایند داره طی میشه منظرم یک بخشی از پاسخ رو میشود به ساختار نحوه ارتباط نهاد ولایت فقیه و نهادهای نظامی رب داد لازم نیست که در واقع این ارتباط نهاد ولایت فقیه و نهاد نظامی مثل سپاه یا ارتش این بر اساس کاریزما تعریف بشه نه این در واقع بر اساس یک نحوه فرماندهی تعریف میشه که عملا در واقع روهای نظامی امکان تعارض با نهاد ولایت فقیر رو پیدا نمیکنند چگونه اولا خوب ما در کشور اون دو تا نهاد نظامی داریم نهاد سپاه و نهاد ارتش حالا نهاد بسیج هم در جای خودش بعد نهاد نظامی مثلا فرض بکنیم که سپاه یک بخش اطلاعات داره اطلاعات عمومی به یک معنا یک بخش حفاظت اطلاعات داره که بخش حفاظت اطلاعات در واقع ناظر بر نهاد سپاه است هم بخش حفاظت اطلاعات ناظر بر خود فرماندهی سپاه, است خب میخواید بگید که سپاهی ها نظامیان به طور کلی ولی به طور اخص سپاهی ها در این ساختاری که جمهوری اسلامی درست کرده نمیتونن دست از پا خطا کنند منظور من این هستش که هم نه تنها نمیتونن دست از پا خطا بکنن بلکه نمیتونن مدعی باشن که بایست نهاد رهبری یا روحانیت زیر مجموعه ما باشه ما مثال میزنم یکی از دوستان خیلی نزدیک من که یکی از فرماندهان سپاه بود فرماندهان ارشد سپاه بود وقتی من ایران بودم با هم صحبت می‌کردیم بعد گفت که من یک صبح روز در واقع تاسوعا تصمیم گرفتم برای نماز صبح برم در قم نمازم رو در قم بخونم و زیارت بکنم وقتی که برگشتم همون روز در واقع به من تذکر داده شد که شما به من یک فرمانده نظامی ارشد وقتی میخواین حوزه تهران رو ترک بکنید بایستی خبر میدادید و من رو توبیخ کردن می گفت در ذهن من نیامد که در روز تاسوعا صبح سحر من برم در واقع با زن و بچم نماز بخونم و برگردم معنی این سخن هستش که کاملا در واقع نهاد نظامی کنترل میشه کارآمد در این که شما در واقع توان نظامی خودتون رو توان امنیتی خودتون رو به یک نقطه‌ای رسوندین که در امنیت منطقه‌ای در واقع کشور تمام طرحهایی که امریکا برای عراق داشت برای سوریه داشت برای لبنان داشت برای یمن داشت تمام طرها رو متوقف کرد کی متوقف بخ... کرد در واقع همون توان نظامی و امنیتی آیا این بحث معدل سنی در نظامی ها هم الان در جمهوری اسلامی مسئله ساز هست اونجوری که در روحانیان هست یعنی معدل سنی مثلا بعضی نهادها 75 و 75 به بالاست در میان سپاهی ها چطوره بست؟ به نظر من در میان سپاهی هم همینطوره فقط یکم کمتر این معدل سنی به خاطر که ورودشون به این نهاد در سال خیلی پایین زندگیشون یعنی در 18-19 سالگی وارد شدن چهل سال در سپاه بودن سی و سال در سپاه بودن الان به مقام فرماندهی رسیدن یعنی کسی که شما فرض بکنید درست بعد از جنگ اومده باشه استخدام سپاه وارد سپاه دو دو شده شست الان نه منظورم اینه که سی سال خدمت کرده یعنی اه. تو نظامیام یه شاید کمتر باشه سن بازنشستگی و در واقع در سن بازنشستگیشه ولی همچنان می‌بینیم که در من در رده های بالای فرماندهی رو میگم نیروهای چارگانه سپاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه رئیس سازمان بسیج فرمانده سپاه معاونت هماهنگ کننده جانش فرمانده همه اینا از فرماندهان ارشد سپاه یا میانی سپاه در دوران جنگ بودند یعنی سی سال از جنگ میگذره نزدیک 7 8 10 سال هم اینا در دوران و جنگ چرخش و چرخش نیرو میخواید بگید در سپاه نبودش اندر. در حداقل در رده های عالی نه نبوده موضوع اینه که آیا کسانی در 10 سال دیگه اینا رسیدن در بین 65 تا 75 سال دیگه خب. سن بازنشستگی آیا صفی پشت سر اینا هستش که جایگزین بشه ما یا می‌بینیم کسانی هستن که در بعدی این فرمانده های نیروهای چنگانه باشن معاونان اینها چه کسانی هستن؟ معاونانشون بیشتر بازم فرمانده همون فرمانده قلیده. زمان جنگ هستن زمان ده. جنگ هستن شما تو ستاد کل که بینید یا مثلا تو مرک... قرارگاه خاتم الانبیا تمام کس آقای رشید فرمانده مرکز قرارگاه خاتم الانبیاست هست معاونانشون دوباره آقای شادمانی آقای پوجی همشیدیان تمام این آقای فدوی معاونه مثلا پننده. فرماندهی قصد که سردار سلیمانی هست رده های, رده های مختلف رده مختلف معاونت داره در حوضه های مختلف همه اینها از فرماندهانی با همین رده سنی نیستن فرمانده نیروی زمینی سپا یک رده معاونت های مختلف در بخش های عملیاتی اطلاعاتی غیر داره که همه اونها در واقع شامل این ویژگی که برای حالا تا جایی که من میدونم مثلا شما فرمانده قصه گفتید معاون ایشون جانشینشون آقای اسماعیل قاینی. قاینی باز از فرماندهان سپاس در همون رده در سلس. همون رده تو نیرو زمینی بخواید بگین آقای عبدالله عراقی جانشین فرمانده است در رده های دیگه هم که شما میبینید تو جانشین فرمانده سپاه دوباره خودش از فرمانده میانی بوده اسمی ما نمیبینیم که فرض مثال ما یک سرتیب تمام داشته باشیم یا سرتیب دوی داشته باشیم حالا من مشخص که از مثلا الان چهل سالش یا چهل و پنج سالش باشه اه... تو این سن کسی کسی که در واقع بعد از جنگ اومده وارد سپاه شده باشه و الان به سن امیری یا سرداری رسیده باشه شما در این مناسبت نظامیان و روحانیون صحبت کردید ولی واقعا آقای شاید مداری آیا ما نشانه هایی میبینیم که نظامیان اونجوری که گفتید خودشون رو از زیر سایه روحانیون بیرون بکشن در شایدی که این سازوکاری که آقای مهاجرانی گفتن خیلی صلب و محکمه دیگه ببینید همه نمونه های مشابه بین المللی خیلی محکم تر از ایران این سازوکار رو داشتن هم کی جی بی داشته هم ارتش پینوشه داشته هم هنکا داشته هم تو رومانی داشتن ولی گفت آن را که اسب بود قبارش فرو نشست گرد سوم خران شما نیز بگذارد این نیز بگذارد همه اینا همه این چیزا رو داشتن ولی در عین حال همه این میکانیسم که من میگم درشون پیدا شد یعنی بی در دوره تبدیل به دستگاهی شد که پولیت برو باید ازش حرف میشنید و باید خودش رو باش منطبق میکرد امروز آقای خامنه ای بر روی مانند یک بندباز بر روی یک سیمه بسیار ظریف حرکت میکنه از یک طرف باید روحانیون رو عمده رو راضی نگه داره از یک طرف باید دستگاه حکومت رو به طور کل استبلیشمند و دولت رو از یک طرف نظامیان رو و درسته که ایشون تعیین میکنه و ایش ولی ایشون با همه این ملاحظات تعیین میکنه و اگر یک ناشیگری بکنه مثلا ایشون به هیچ وجه نفر بعدی رو رهبر بعدی رو جرأت نمیکنه در دوره خودش تعیین کنه اگر بکند بر ایشان همان خواهد رفت که بر کسانی که چنین اشتباه کردن دعواها پیش کشیده میشه و حتی ممکنه به خود ایشون هم این دعوا ما بنویسن. آقای شریعت مداری اطلاع ندارن. مجلس خوب خبرگان سه نفر رو که در مزان رهبری هستند انتخاب کرده نه خیلی اطلاع دارم اجازه به این من از اگر... خودم استفاده کنم اینطور طور نیست اجازه بدید صحبتشون رو تموم کنم بعد شما شو... این نیست آقای خامنه ای سرگرم میکنند گاهی لاریجانی رو جلو میدن بله. گاهی رئیسی رو و زمان رو میگذرونند تا اینکه که بله. این لیتا بله. بدید این توقع بزرگی بله. که از آیه... هست بله. های من گمان میکنم که احتمالا اطلاعات من از درون جمهوری اسلامی بیشتر از آقای شریعت مداری باشه بر اساس اطلاعاتی که من دارم مجلس خبرگان مصوبه ای دارند بر اساس اون مصوبه سه نفر که در مزان رهبری هستن رو انتخاب کردن منطقه به کلی محرمان است حتی اگر یک نفر از اونها فوت بکنن نفر سوم رو انتخاب میکنن که به قول خودشون اگر یک روزی فرض بکنیم که در صورت رهلت رهبری یا در صورت اینکه رهبری توان انجام کار رو پیدا نکنه اون موقع خبرگان سه نفر به عنوان گزینه در برابرش هست نمیخوان از اول شروع بکنن که چه کسی حالا مناسب است عملا در واقع وقتی این گام برداشته شده کشور در واقع به یک معنا به یک ثبات نسبی هم نزدیکتر شد ما یه اشاره داشتیم آقای ماجرایی در بخش های قبلی این بحث رجب تعداد روحانیونی که در مجلس هستند از حدود 290 تا گفتیم 15 یا شاید 16 تا من نمیزم کدوم دقیق تره بله روحانی هستند این یک معنیش این است که در این نظام اون بخشی که یه جوری به رأی مردم ربط داره آقای شاید مداری میگن نباید انتخابی نامیدش به دلایلی که بر همه واضحه ولی اون بخش از جمهوری اسلامی میبینید آرام آرام روحانیون ازش ناپدید میشن همکاران من یه عکس میندازن روی این صفحه پشت سر ما از کابینه روحانی در کابینه روحانی به جز خودش ما یک روحانی دیگه داریم اونم به این دلیل اونجاست که باید مشتهد باشه یعنی باید روحانی باشه وزیر اطلاعات به این ترتیب این بخش از ساز و کار جمهوری اسلامی هم که یه جوری به رای رفت داره و اینکه رفت داره به رئیس جمهوری که انتخاب میشه و انتخاب های اون رئیس جمهور برای کابینش باز هم روحانیون پس نشستن و این ناشی از رای مردمه یعنی مردم گفتن که ما رای نمیدیم به اینها این برای اون نسلی که شما میگید تربیت شده چه معانی خواهد داشت چه پیامدهایی خواهد داشت برای اینکه نسلی که, که رای مردم داره بهش میگه که مشروعیت مردمی نداری ببینیم فرض بکنیم که ما در دولت آقای هاشمی که من بودم وزیر کشور روحانی بود هم آقای نوری هم آقای محتشمی معنیش نبود که در واقع حالا روحانیون خواستن بیان این وزارت کشور رو بگیرند اون موقع موفق شدن در دوران آقای روحانی موفق نشدن وقتی که ما در مجلس نهاد شورای نگهبان رو داریم که مسئول هستش که عدم مقایرات مصوبات رو با شعر و قانون اساسی تشخیص بده ما نیازی به تعداد زیاد روحانی نداریم واقعا کمیسیون های مجلس به گونه ای هستن که هرچه متخصصین در حوزه مختلف فرض بکنیم که روحانیون در مجلس کدام کمیسیون ها میخوان به شکل تخصصی وارد بشن. حالا ممکنه تعدادی در کمیسیون فرهنگی باشن تعدادی در کمیسیون حقوقی باشن و غذایی باشن ولی عملا در واقع کمیسیونی که شاورزی کمیسیون نیرو کمیسیون نفت از این قبیل بازرگانی از این جهت من گمان میکنم که این یک نکته نکته بعدین هستش که خب به مرور زمان خیلی از روحانیون در حوزه های انتخابی کاندیدا نشدن برای نمایندگی مجلس فرض بکنین که مثلا این حرف آقای شایعت مداری رو تایید نمیکنه که به این دلیل نشدن که میبینن که مجلس که قدرتی نداره جاهای ممكنه. دیگه ممکنه تلقیشون این بوده مثلا خود من دوره اول که نماینده بودم به این جنبندی رسیدم که یک دوره نمایندگی کفایت میکنه در واقع توان من به لحاظ سن و سالی که داشتن تو اون موقع من 25 تا 29 ساله بودم که مجلس بودم البته سوال من چیز دیگه بود نه توان توانایی شخصی متفاوت میشه یعنی بینتی میسن که مجلس جایی نیست ممکنه اون... ممکنه من انکار نمیکنم آیه شاید مداری به سمت پایان برنامه میریم نباید این سوال رو ناگفته بگذاریم هرچند شما اشاراتی کردید ولی میخوام یه مقدار مفصل صحبت کنید که فکر میکنید این نسلی که جمهوری اسلامی رو داره تحویل میگیره از نظر تمایلات سیاسی از نظر رویکرد سیاسی متفاوت باشه با نسل قبلی که در انقلاب دخیل بود و جمهوری اسلامی رو ساخت بل ببینید یک تحول کیفی در جمهوری اسلامی شده این دیگه یک نظام نیست یک بینظمی سرکوبگره که چند باند مافیایی که از همه این گرایش توش هستن تو اونا هستن بله ولی بله سوال من واقعا مشخص دارم می محب... بله بله. من دارم من دارم به اون میرسم بنابراین اصلا این نیست که نسل بعد چه چیزو تحویل میگیره اینه که ریسورس ها کم شدن برای اینکه تحریم منابع, منابع, منابع کم شدن وقتی منابع کم شدن تا حالا با هم میخوردن و دعوا نمیشد حالا دعوا بر سر منابع امروز اگر کسی جمهوری اسلامی رو بخواد تحلیل کنه خودش و آیندهش رو باید دعوای بر سر منابع قدرت و ثروت رو تحلیل کنه من در یک مصاحبه خب این رو, رو, رو چه جوری به سوال من سوال من مشخصا که فکر این نسل جدید این نسل جدید و رهبری آینده رو شورای مجلس خبرگان تعیین نخواهد کرد چیشون میگم. این منابع قدرت و ثروت که تعیین خواهند کرد که چه حکومت کنه اونجا فقط قیام و قعود خواهند کرد ولو مسببه داشته باشند موقعی که آقای خامنه در قید حیات نباشه دیگه مجلس خبرگان قدرتی نداره نهاد رهبری قدرتی نداره جاهای قدرت دارند که پول دارند ثروت دارند از هم اکنون به جان هم افتادند که آینده رو تنظیم کنند رهبری آینده رو ترسیم کنند و تیم های خودشون رو بگیرند و شروع به یارگیری اجتماعی و یارگیری در درون و حکومت کردند بنابراین اصولا آینده تحول کیفی خواهد داشت اگر بمونند اگر هم دعوا و حدی باشه که جامعه زورش برسه و اینها رو در ارزش رو بخواد در حقیقت اونهایی که بتونن با مردم تطبیق بکنن خواهند ماند و بقیه خواهند رفت من گمان نمی‌کنم که ما شاهد یک در واقع اختلافی باشیم که تبدیل به یک شوک اجتماعی یا در واقع تغییر ناگذیر باشه من گمان میکنم که ما شاید همین در واقع انحنا یا شیب ملایم خواهیم بود ممکنه در یه حوزه هایی ما شاهد یک مقدار تسامح بیشتر باز شدن افق فرض بکنیم که بعضی سختگیری ها کمتر بشه در حوزه هایی اما اینکه بلافاصله در واقع ما شاهد یک اتفاقی خواهیم بود که به تعبیری که مطرح شد حالا گروه های مختلف به جان هم میفتند این در واقع تعبیر و تفسیر چهل سال از آغاز انقلاب ما شاهدش بودیم ما یادمون هست که آقای جان بولتون یک سال و نیم پیش مطرح کرد که سال آینده در تهران در واقع ما جشن شما رو در تهران خواهیم گرفت اون سال آینده که مورد نظرش بود قبل از در واقع جشن پیروزی چهلوم سال انقلاب بود این نگاه ها البته هست من هم معتقدم که برای گروه های اپوزیسیون هیچ اشکالی هم نداره که خودشون امیدوار نگه دارن اما واقعیت چیز دیگری هست واقعیت این هستش که نظام جمهوری اسلامی در واقع کات سازی کرده برای اداره خودش در حوزه های مختلف به ویژه در اون بخشی که در واقع نهادهای حقوقی هستند که باید روحانی در اونجا قرار بگیرند یعنی خبر خوبی نیست و با و تا اون اگر در دنیا به عنوان اپیدمی بمون تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه حسن شریعت مداری پوریا ماهرویان و اطالا مهاجرانی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون را شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خدمانی بعد از خاموش شدن دوربین ها بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید شب و روز بر همه شما خوش